سلام و احترامات دارم خدمت تمام شما بیننده های تلویزیون جهان هزاره که همین لحظه برنامه آشپزخانه بامیان را بیننده هستید. امیدوارم که در هر کجایی که هستید پاک شما دارای صحتمندی کامل بوده باشین. بیننده های عزیز شما را خوش آمدید میگم به یک دیگه از برنامه های آشپزخانه بامیان که در این برنامه غذاهای مشهور اطرافی را و همچنان در جاهای دیدنی در فضای باز برای شما دوستان پخته میکنم و امروز هم آمدیم در یک طبیعت زیبا که برای شما بیننده ها یک امو رقم برانی از کدو پخته میکنم. البته به شکل وطنیش شما هم تا آخر برنامه مرا همراهی کنید که من برانی کدو را به شکل وطنیش چه قسم آماده میکنم. شما هم تا آخر برنامه مرا بیننده باشید و یالی هم موریم طرف پخته کردن. دوستای عزیز رقم که در اول برنامه گفتم امروز برانی از کدو پخته میکنم، البته به شکل وطنیشی و یالی هم معاتای لازمه رو در شما دوستان میگم که چی در کار است. خدا اینجا که میگیرید کدو است، کدوی سبز ما پست کردم شوشتم شما ای رو دیدین و در این بشقاب بانجانومی است، مرج تازه است، سیر است و در اینجا نعنای خشک شده است، مرج سیاه است، زردچوبه، مرج سرخ و نمک. روغن هم در داخل دیگ انداختیم، دیگ بله دیگ دویشتیم و یالی هم بخر شروع میکنیم در پخته کدو. بسم الله الرحمن الرحیم.
آتش هم در گرفته یالی ما اینجا آتش میلم تا که روغن خوب سرخ بیه بعد از اون نوبت کدو میرسه که ما با این روغو بیندازم. روغا بخی سرخ آمده و یالی ما از این کدو ما به این دیگ میندازم. دوستای عزیز شما دیدید که من امی کدو را دمنه روغن بلی آتش خوب سرخ کردم و یالی کلگیش سرخ شد آماده شده دیگم از سر دیگ دو پایین کردم و یالی هم نوبتی سیر است که من سیر ریزه کنم بعد از اون نوبتی بانجان رومی میرسه.
و یه لامی سیری که ریزه کده میره میندازم مابین روغن. خواه دوست عزیز یالی هم نوبتی بانجان رومی میرسه که من ایره ریزه کنم. بانجان رومی را می رقم ریزه میکنم. بسیار همونطور نازک نازک بیا که خوب شو بیا. بانجان هم ریزه شده و یالی ما بازم دیگه در سر دیگدو میلیم تا که همین باقی مانده که پخته شد و همون رو پخته کنم. دوست عزیز یالی امی بانجان رومی رو که گرد گرد من ریزه کردم یالی امیره میندازم ده من دیگ میچینم بعد از اون میرسه نوبتی کدو. و یالی هم از کدو دبلیز میچینم و باقی ماندهش رو بازم میچینم. خب این حالی بازم این می بانجان رومی که باقی منده بانجان رومی رو من میچینم. این حالی بازم کدوی باقی مانده رو میچینم. میام نمک و یام زردچوبه. میام مرچ سرخ. یم نانای خشک شده. و یم مرچ سیاه. و یالی مرچ تازه را من اینجا ریزه میکنم.
همین قدر موادی که ضرورت بود ما کلگیش رو داخل دیگ انداختم و یالی هم سر دیگ بسته میکنم تا 10 یا 15 دقیقه منتظر هستیم تا که یه پخته شوه. شما تا وقت را از این طبیعت زیبا یک ویدیو ببینید. دوست عزیز، امیدوارم از این ویدیویی که از این طبیعت زیبا دیدین خوش شما آمده باشه و یالی هم دیگ ما بخی پخته شده. نوبت از این رسیده که ما باید بیکشم در بشقاب. و دوست عزیز در این کاسه اینجا ماست است. ماست همون رقم امروز ما کوشش کردیم که یک ماست تازه وطنی رو پیدا کردیم که یالی در سر از این کدوی استفاده میکنم. دوست عزیز بخی آماده است، همونطور دیگه آماده خوردن است. کسایی که چکم شو مخصوصا گوشنه باشه دیگه همین تی غذا خوب دست میچسبه. خب دوست عزیز، امروز ما برانی پخته کدوم از کدو، البته به شکل وطنیشی پخته شد. یالی هم بخی کشتیم در پیش ما آماده یا و این کدو کی است زیادتر چی کسایی که در شهر باشه پخته میکنه و کسایی که در قریه جات باشه هم کلگی امزی کدو استفاده میکنه، بسیار مفید هم است برای بدن. و امروز هم ما خواستیم که از این شکل برانیشی رو پخته کنم و رقم پخته میشه. بعضی های رقم پخته میشه، بعضی ها قرمه پخته میشه، بعضی های دیگه ما بین روغن تنها سرخ میکنه مخوره، هر کس دمو طبق دل خود دیگه. و امروز هم این که ما پخته کردیم کدو بسیار برای بدن مفید است و زیادتر کسایی که کشت میکنه خود این چی؟ زیادتر مردم خود این چی کشت میکنه از این کدو، بعضیایی که زیاد زمین چی کشت میکنه زیادتر حاصلات میده، میره در بازارا برای فروش میاره و کسایی که دیگه او قدر کشت زیاد نمیکنه اما قدر میکنه برای خوردن خودون خو. و امروز هم این کدو رو ما از بازار خریدیم. اگر دو رقم کدو داریم ما، یکی کدوی اینمی کدوی سبز است و یکی دیگه کدوی حلوایی است که ما امروز از کدوی حلوایی پیدا نتانستیم و از این کدوی سبز پخته کردیم و خدا کنه که از این رقمی که ما پخته کردیم خوش شما دوستای عزیز بیه. و یالی دیگه دوستای عزیز زیاد منتظر نمیشینیم، نان دیگه بخی آماده بیت قد از ما یک جای نان بخوریم و یالی ما هم در خوردن شروع میکنم. از رنگ و رخشی دیگه رقمی پخته کده شما آتای لازمیش را کلگیش را شما دیدین، فقط دیگه مزهش را ما مخورم که چرقم با مزه آمده.
دوست عزیز واقعا کمت مزه دارم ده. خیلی مزه دار دیگه. جایش مو خالی. دوست عزیز برنامه ازمم کم کم در پایان میرسه، اکو دیگه خداحافظی میکنم و از شما دوستا تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه را قسمه پیش بردین و تشکر که برنامه های پیشنی ما رو دیدید، برنامه های آینده را هم بخیر بینگرید و اگر خوش دارید شما دوستا که در میرقم فضای باز در این طبیعت زیبا برای شما دوستا برنامه غذاهای محلی رو آشپزخانه بامیان پخته کنم، شما چینل یوتیوب از ما را سبسکرایب کنید، لایک کنید و نظریات خود را قد از ما شریک بسازید تا برنامه دیگه که با یکی از غذاهای محلی با یک امیر رقم فضای باز دیدنی در خدمت شما دوستا قرار میگیرم. یک و یک شما را در لایک پاک و بنیاز می سپارم. بقیه وقتی شما خوش. خداوند یار و نگهدار شما.